سرخط خبرها: ششمین حمله جبهه آزادی بالای طالبان، فرمانده قدرتمند طالبان هلاک شد. خبر بی‌نهایت غم انگیز و شوکه کننده: نصاب تعلیمی جدید طالبان برای مدارس دینی به جای مضمون ادبیات پارسی دری پنج گنج تدریس می شود. انفجار در شهر طالقان و روزنامه دان: طالبان می خواهد هویت مهاجران خارجی از پاکستان را شناسایی و تایید کند. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما بوده و ویدیو را لایک کنید. خبر بی‌نهایت شوکه کننده و غم انگیز: نصاب تعلیمی جدید طالبان برای مدارس دینی به جای مضمون ادبیات پارسی دری پنج گنج تدریس می شود. معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف طالبان نصاب جدید آموزشی را به مدارس دینی خصوصی و دولتی کشور تهیه و ارسال کرده است. نصاب آموزشی جدید طالبان روز شنبه 4 قوس در اختیار روزنامه 8 صبح قرار گرفته است. بر بنیاد این نصاب آموزشی، برای یادگیری زبان پارسی دری در صنف‌های ابتدایی، مدارس دینی دولتی و خصوصی پنج گنج قرار است تدریس شود. همچنان در بخش متوسطه به جای زبان پارسی دری مثنوی مولوی دست داده خواهد شد. مکتوب 8 صفحه‌ای معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف طالبان نشان می‌دهد که این نصاب در تاریخ 8 اود 141 به رهنمایی ملا هیبت الله خانزاده از سوی عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان تهیه و به وزارت معارف این گروه فرستاده شده است. سپس این مکتوب به امضای مولوی کرامت الله خانزاده معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف طالبان بر ریاست‌های معارف ولایت‌ها فرستاده شده است. پیش از این روزنامه 8 صبح به گزارش دست یافته بود که از سوی کمیته بازنگری نصاب مکاتب عصری طالبان تهیه شده است. بر اساس این گزارش که نسخه پشتو و ترجمه فارسی آن در سایت روزنامه 8 صبح نشر شده، روند بازنگری نصاب در ماه قوس سال 1399 توسط هیئت کمیته ارزیابی این گروه برای نصاب تعلیمی نهایی شده است. در آن گزارش، علاوه بر حذف تعداد از مضامین نصاب آموزشی، ملاحظات و پیشنهادات زیاد مطرح شده است که محتویای کتاب‌ها را مانند حاکمیت قبلی طالبان متناسب با ایدئولوژی این گروه دگرگون می کند. حذف تصاویر، تشویق به جهاد، توجیه خونریزی و تخریب، منع صحبت از مردم سالاری و حقوق بشر، مخالفت با تعلیم و آزادی های زنان، روایت طالبانی از تاریخ، محدود کردن محتوا به دنیای اسلام و ستیز با جهان غیر اسلامی به خصوص غرب از پیشنهادهای اصلی آن کمیته در نصاب تعلیمی است. بیگانه پروری اهل تشیع، شیطانی خواندن سازمان ملل متحد، منع تجلیل نوروز، وضع محدودیت بر میله ها و جشن ها و نکوهش برخی شخصیت ها از جمله امان الله خان، فیض محمد کاتب و عبدالغنی خان، شاعر پشتون، از دیگر نکات است که طالبان در این بازنگری به آن اشاره کردند. ششمین حمله جبهه آزادی: یک فرمانده طالبان هلاک شد. جبهه آزادی افغانستان میگوید که یک فرمانده طالبان به نام حفیظه را در مسیر ولسوالی خوجه‌خوار کشته است. این جبهه گفته در شبانه روز گذشته به قرارگاه های طالبان در ولسوالی جبل سراج و بگرام پروان، ولسوالی های کوبند کاپیسا، حوزه پنجم و ششم کابل و خوجه‌خوار ولایت تخار حمله کرده است. جبهه آزادی در خبرنامه ای نوشت که یک فرمانده طالبان به نام حفیظه در مسیر ولسوالی خوجه‌خوار تخار و دشت‌ارچی قنداز در کمین نیروهای این جبهه کشته شده و محافظ او زخمی شده است. این جبهه همچنان گفته از این حمله 3 میل اسلحه از نزد این فرماندهان طالبان به دست آورده است. جبهه آزادی روز جمعه در خبرنامه های جداگانه از حمله بر قرارگاه های طالبان در حوزه پنجم و ششم کابل خبر داد. منابع به رسانه ها دست کم 2 حمله علیه طالبان در حوزه پنجم و ششم کابل را تایید کردند. جبهه آزادی گفته روز جمعه با حمله بر بازگاه طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پروان 3 عضو این گروه را کشته و 2 عضو دیگر را زخمی کرده است. انفجار در شهر طالقان: 2 زخمی بر جا گذاشت. منابع محلی در شهر طالقان بعد از ظهر امروز 4 قوس از وقوع یک انفجار در چارای شهیدی شهر طالقان مرکز تخار خبر دادند. این منابع با اینکه در این انفجار 2 تن زخم برداشتن افزودند،
این انفجار ناشی از یک ماین جاسازی شده در کنار جاده بود که موتر حامل جنگجویان گروه طالبان را هدف قرار داد. مقامات امنیتی حکومت طالبان در تخار وقوع این انفجار را تایید کردند به آنکه جزئیات بیشتر دهند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروهی بر عهده نگرفته است. روزنامه دان: طالبان می خواهد هویت مهاجران اخراجی از پاکستان را شناسایی و تایید کند. طالبان می گویند در روند اخراج مهاجران تنها به افراد اجازه ورود به افغانستان را خواهد داد که هویتشان توسط قنسولگری این گروه بررسی و تایید شود. روزنامه دان به نقل از منابع گزارش داد که این شرط برای جلوگیری از اخراج پاکستانی ها به نام مهاجر غیر قانونی به افغانستان وضع شده است. این روزنامه پاکستانی به نقل از منابع خود در قنسولگری طالبان در پاکستان نوشت که پس از وضع این شرط در روز جمعه و مغرب هیچ مهاجر از ایالت خیبر پختونخوا به افغانستان اخراج نشده است. طالبان ادعا کردند که از زمان اجرای طرح اخراج مهاجران بدون سند رسمی اقامت در پاکستان، پلیس این کشور برخی از شهروندان پاکستان را به نام مهاجران افغان به افغانستان اخراج کرده است. منابع دیپلماتیک طالبان گفتند زمانی که این گروه ادبای پاکستانی را به مرز باز می‌گردانند، مقامات پاکستانی از پذیرفتن دوباره آنها خودداری می‌کردند. طالبان و مقامات پاکستانی در روند اخراج نزدیک به 2 میلیون مهاجر فاقد مدرک رسمی اقامت اختلافات دیگری نیز دارند. طالبان می‌گویند حکومت پاکستان دارایی‌های مهاجران را ضبط کرده و به آنان فرصت کافی نداده است تا بتواند دارایی‌های خود را به کشورشان منتقل کنند. با این حال مقام‌های پاکستانی ادعای اخراج پاکستانی‌ها به افغانستان را به اساس خواندند. آنان گفتند که عکس و اثر انگشت همه مهاجران اخراج شده را برای استفاده در آینده گرفتند. روسیه و جبهه مقاومت ملی، آیا احتمال حمایت وجود دارد؟ لحاظ و سوال این است که آیا روسیه از جبهه مقاومت در آینده حمایت خواهد کرد؟ در آغاز توجه به یک نکته مهم است و آن این که وقت سخن از حمایت روسیه از جبهه مقاومت می رود، لزوماً حمایت نظامی نیست، چنان که تعامل مسکو با طالبان به مفهوم شناسایی رسمی این گروه نبوده است. همچنان نوازش جبهه مقاومت از سوی روسیه به مفهوم پیش کردن این کشور به طالبان نیست. اول، تجهیزات جنگی طالبان عامل بازدارنده است. طالبان تا خرخر با ابراز و اعداد پیشرفته نظامی مسلح شدند و از این دو جهت برای روسیه مایه نگرانی است. اول اینکه طالبان یک گروه ستیجه‌جو و افرادگراست و مسلح شدنش با جنگ افزار پیشرفته آن به نیروهای بیشتر خودسر تبدیل می کند که مهارش دشوارتر می شود. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.